اعداد دو، شش، صفر و یک را مرتبط کنید. و با این اعداد بزرگترین عدد چهار رقمی را تشکیل دهید. راهی که در این مورد باید فکر کرد این است که اگر من سعی دارم که بزرگترین عدد ممکن را بسازم، می خواهم بزرگترین عدد را در بزرگترین خانه عدد ها قرار بدهم. پس اگر این عدد چهار رقمی است، این عدد یک، دو سه و چهار رقمی است هر آنچه که اینجا گذاشتم قرار است که خانه هزارها را تشکیل بدهیم و عددی را که اینجا قرار دادیم خانه صدها را نشان میدهد و این را که اینجا گذاشتیم خانه تایی را نشان میدهد و آن عدد را که آنجا گذاشتیم خانه یک ها را نشان میدهد میخواهیم خانه عدد صدتایی را بزرگتر بنویسیم به طور مثال بزرگترین عددی که اینجاست شش است میتوانیم آن را شش هزار بسازیم میتوانیم 600 بسازیم می شود آن را 60 بسازیم و یا هم 6. بر حال ما می بزرگترین عدد ممکن را بسازیم. قرار است آن را 6000 بسازیم. دقت کنید اگر ما هر عدد را که در خانه صدها قرار بدهیم اگر صفر را در خانه صدتایی قرار بدهیم پس دیگر اصلا عدد صدتایی نداریم اگر دو را آنجا قرار بدهیم فقط می 2000 را به دست بیاوریم اگر یک را آنجا قرار بدهیم فقط یک هزار داشته میتوانیم عدد شش هزار قرار است که بزرگترین عدد ممکن باشد بعد هر عددی مانند صفر دو یا یک رو که بخوایم در خانه سطح قرار بدهیم حالا باز این کار را انجام میدهیم به خاطر به دست آوردن دومین عدد بزرگ پس عدد بزرگ دومی دو است قرار است که دو را در اینجا قرار بدهیم می توانیم که 2000 داشته باشیم نسبت به صفر هزار یا یک هزار به همین دلیل این عدد را بزرگ می سازد حالا عین کار ما می خواهیم بزرگترین عدد دهتایی را به دست بیاوریم ما یک دهتایی را بر صفر دهتایی ترجیح می دهیم. و حالا فقط عدد صفر باقی مانده است و حالا قرار است که ما عدد صفر را در اینجا قرار بدهیم می توانیم که 6210 بسازیم اگر بخواهیم که کوچکترین عدد چهار رقمی ممکن را بسازیم حالا آن را دوباره ترتیب می کنیم پس ما کوچکترین عدد ممکن صد و بزرگترین عدد ممکن در خانه یک داریم و کوچکترین عددی که می توانیم بسازیم است خیلی دقت می کنیم صفر یک، دو، شش. پس کچکر این عدد ممکنه که ما ساخته می توانیم عدد 126 خواهد بود. می که از این اعداد ارقامی دیگر نیز بسازیم ولی از ما همین چیزها را خواستند. پس ما 6200 را تشکیل دادیم.